تفسیر قرآن کریم. بسم الله الرحمن الرحیم و له الحمد بعدد ما احاط به علمه، اللهم صل علی محمد و آل محمد، الهی انتقنی بالهدى و الهمن التقوى. سر سفره قرآن مائده آسمانی و کلام خالق نشستیم، آیه به آیه تلاوت میشه. هر آیه چند دقیقه من تفسیر میکنم. جزء 15 هستیم، سوره اسراء، و الان آیه 73 بشنوید. و این کادوا لیفتنونک عن الذی اوحینا الیک لتفتری علینا غیره و اذا لاتخذوک خلیلا. نزدیک بود که تو را از اون چه به تو وحی کردیم غافل کنن، نزدیک بود تو را به فتنه بندازن، کجت کنن. اسی ان الذی اوحینا الیک، از اونی که ما به تو وحی کردیم نزدیک بود تو را منحرف کنن. البته در بعضی روایات میگونیم که مشرکین و پیغمبر گفتن که بیا به بت‌های ما احترام بذار یا یه مهلتی به ما بده ما با هم رفیقیم. پیغمبر نزدیک بود شل بشد و آیه اومد که نه شل نشد. این روایات هست، ولی به قول علامه طباطبایی میفرماد که این روایات با عصمت و قاطعیت پیغمبر سازگار نیست. پیغمبر همون پیغمبریه که گفتن دختر میخوای بد میدیم، پول میخوای بد میدیم، مسکن میخوای بد میدیم، سرمایه میخواد بد میدیم، فرمود خورشید رو توی دستم بذارید، ماه رو توی دستم، دست از طرفم بر نمیدارم. پیغمبر معصوم است، ذره ای گرایش به انحراف نداره، قاطعیت داره. پس این آیه چیه؟ خدا رحمت کند آیت الله طیب صاحب تفسیر اطیب البیان، من دیده بودم ایشون را، سنش بالای 100 بود و در اصفهان هم از علما بود و از مجتهدین بود و یه دو تفسیر داره، یه دو اصول عقاید داره. ایشون یه بیانی داره، میگه ای که میگن نزدیک بود تو رو کذت کنن، نزدیک بود نمیگه لیفتنو که اما اوحینا نمیگه، میگه ان الذی اوحینا. ما یعنی چیزی که الذی، یعنی آدمی که نزدیک بود تو رو از او آدم منحرفت کنن. میفرماد که روایاتی داریم که سنگین بود علی ابن ابی طالب وقتی پیغمبر راجع به فضائل علی میگفتن، برای بعضی ها سنگین بود. خب میخواستن بگن نه علی رو معرفی نکن، نزدیک بود تو رو از علی، میگفتن نه دست از علی بردار، ما با تو رفیق میشیم. امیرالمومنین خیلی مخالف داشت، به امام حسین گفتن ما تو رو دوست داریم، بغضن لعبیک، با بابات بدیم که اومدیم کربلا تو رو بکشیم. به قول دایی ندوی میگه احقادن بدریتن و خیبریتن و حنینیه، کینه داشتن از علی ابن ابی طالب، به قدری کینه داشتن که گفتن که هر کس که شیعه هست حقوقشو از بیت المال قطع کنید، اسمشو از دیوان محو کنید. پیشنهادی بود که دست از علی برداره. پیغمبرم به خاطر که دید اینها علی ابن ابی طالب سنگینه برشون، یه کسی به علی گفت یا علی، از کنار تو رفتن به معاویه ملحق شدن. گفت و انها لکبیرتون الا علی الخاشعین، آیه مال نمازه، ولی از طریق برای خودش گفت، گفت تو که نماز سنگینه مگر برای خاشعین، حکومت منم سنگینه مگر برای افراد هست. خب البته این چون آیه خلاصه ایطور هم معنا شده که روایات داریم که از امام باقر و امام کاظم علیه السلام که این آیه درباره ولایت علی ابن ابی طالبه که خداوند از طریق وحی سفارشی که مواظب باش که اینها ذره‌ای در تو اثر نذاره. کفار برای جذب پیغمبرم طرح دارن، یفتنونه که، یعنی دست از سر تو هم بر نمی‌دارن. رهبران مذهبی باید از توطئه‌های دشمن در جهت سستی و تغییر موضع هوشیار باشن. اگر دوستی و ارتباط با افراد و کشورها به قیمت اینه که آدم از مکتب چشم پوشی کنه، نباید از مکتب، نه برای که با آمریکا رفیق باشیم، برای که با اروپا رفیق باشیم، حالا این قانون عمل نکنیم ابدا.
و تا مسلمان هم دست از مکتب و آیین خودشو بر ندارن کفار با ما رفیق نمیشن. اینا میگن که از مکتب دست بکش با تو رفیق میشیم. پیغمبر مواظب باش، اینا برای رهبرم برنامه دارن، هوشیار باش. هر پیشنهادی کردن که تو از دین و مکتب و از آنچه ما به تو گفتیم دست برداری، مقاومت کن و قاطع باش. از خیر رفاقت با اینها بگذر، اینها با تو رفیق شو نیستن جز اینکه از دین دست بکشی. خدای به ما ایمانی بده که هیچ توطئه‌ای ما را از دین جدا نکنه. آیه 73 سوره اسراء تمام. و السلام علیکم و رحمت الله.